بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با 33 سال تجربه. سرمایه گذاری EB-5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما توسط معتبرترین پروژه مرکز منطقه شهر لس آنجلس در کوتاه‌ترین مدت. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا، اخذ ویزای توریستی و تجاری آمریکا و ویزای شنگن، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و ارائه کلی خدمات مهاجرتی آمریکا. برای اطلاعات بیشتر از دفاتر آقای اصیل به وبسایت www.asilusa.com www.asilusa.com مراجعه کنید و برای مکاتبه با ایمیل info@asilusa.com و یا با تلفن 310-271-3600 تماس حاصل فرمایید. به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می‌توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره‌گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی. اگر در جستجوی یار و همسری برازنده با اصالت تحصیل کرده و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم. برای آغاز کار و نام نویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست. مرکز مسکونی مراقبتی نور، مجتمع استثنایی نور اکتیو لیوینگ سنتر به اطلاع می‌رساند. اولین مرکز شمال کالیفرنیا، شهر سانتا کلارا در بی ایریا به نام نور، مخصوص نگهداری و پذیرایی از سالمندان ایرانی تهیه گردیده و آماده پذیرش داوطلبان است. در خانه نور، ضمن تاکید به استقلال و تقویت توانایی‌های جسمی و روحی ساکنین، خدمات گوناگونی چون خدمات اولیه، بهداشتی غذایی شامل تغذیه سالم ایرانی پسند و متناسب با موقعیت جسمی هر فرد طبق دستورات پزشکی، ورزشی، هنری و سرگرم کننده، کمک‌های اولیه پزشکی چون نظارت بر مصرف دارو و بررسی حالات جسمی و روحی و کمک‌های لازم روزانه و همراهی در هنگام ملاقات با پزشکان. خانه نور آماده پذیرایی دائمی و یا موقتی در اتاق‌های خصوصی یا مشترک دو نفری از سالمندان عزیز می‌باشد. افراد زیر 60 سال با شرایط خاص پذیرفته می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 408-380-4036 تماس بگیرید. برای پخش پیام‌های بازرگانی خود در شبکه اندیشه با شماره 818-734-7100 و یا با سایت www.andishe.tv تماس بگیرید. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه چالش را به شما پیشکش میکنم. پیش از اینکه به هر موضوعی در برنامه امروز بپردازیم، به هر حال در هفته های پایانی سال 2014 هستیم و امروز در مورد مسائل اقتصاد با شما گفتگو خواهیم کرد، ولی به یک نکته سیاسی که در هفته گذشته روز چهارشنبه مطرح شد و اون
از سرگیری گفتگو و یا اصلا از سرگیری روابط بین آمریکا و کوبا باید اشاره کرد. بر روی این مسئله به وجود آمد. آقای اوباما چهارشنبه برابر دوربین‌های تلویزیون ظاهر شدن و این رو اعلام کردن. بعد به نظر مشخص شد که نزدیک به 18 ماه روی این مسئله کار میکردن و گفتگو میکردن و بی تردید بی دلیل نیست که هنگامی که در دیدار مراسم خاکسپاری لنسول ماندلا آقای اوباما به سوی آقای کاسترو رفتن، راول کاسترو رفتن، گفتگوهایی از پیش بوده که ما از اون بی خبریم. خب اجازه بدین چون در این مورد اشاره خواهیم داشت با مهمان برنامه، از با سپاس از بهروز مشکینیار عزیز که حال ما رو به سوی کانادا خواهند برد و با آقای دکتر فرخ زندی اقتصاددان و استاد دانشگاه یورک گفتگو خودمون رو آغاز خواهیم کرد. درود بر شما جناب دکتر زندی عزیز. درود خدمت جناب علی، جناب بهرزاد، درود خدمت بینندگان عزیزتون، سلام عرض می‌کنم. خب جناب زندی عزیز، پیش از اینکه به مسئله دیگر اقتصادی جهان بپردازیم و اقتصاد رو نگاه بکنیم، موضوع کوبا رو و این از سرگیری روابط رو گذشته از مسئله سیاسیش در عرصه مسائل اقتصادی چی می‌بینین؟ برای اینها چه دستاوردی خواهد داشت؟ تصور من از این اتفاقی که افتاده بعد از 50 سال این است که بیشتر اهمیت سیاسی داره تا اهمیت اقتصادی، حداقل برای امریکا به این صورت هست. البته خب کوبا کشوری است که در سطح فقر بالایی قرار داره، با اینکه 11 میلیون تحصیل کرده و عرض شود که با مهارت‌های بسیار زیادی رو جمعیتش تشکیل میدن، متاسفانه به خاطر رژیمی که داشته خیلی این مهارت‌ها در خفا باقی مونده و ازش بهره برداری لازم نشده. مثلا فرض فرمایی در حال حاضر فقط چند تا کشور محدودی هستن در دنیا که در داخل کوبا فعالیت میکنن، یکیش کانادا هست که هیچ وقت رابطه سیاسی اقتصادی خودشو با کوبا قطع نکرده و مثلا فرض کنید کمپانی مثل شرد که مال تورانتو هست نزدیک 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در معادن کوبالت و قلع کوبا داره و همینطور پروژه های نفت و گازی و خب کشورهای دیگه مثل فرض فرمایید نروژ، اسپانیا، اینها نقشی رو در اقتصاد کوبا بازی میکنن. ولی بزرگترین بخش اقتصادی کوبا بخش توریستی اون هست که نزدیک 3 میلیون نفر در سال به خودش جذب میکنه که رقم بسیار بالایی هست و کانادایی هم در یکی از سهام بسیار بزرگی در این زمینه دارن. و حالا شما فقط تصور بکنید که موقعی که این موانع تجاری و اقتصادی بین دو تا کشور امریکا و کوبا برطرف بشه چقدر پتانسیال زیاد هست برای کشور کوبا و اون نخواهد داد که توریست بشه خیلی 100% آزاد از امریکا به طور کوبا بره برگرده، ولی 12 قسمت مختلف هست که در طول 12 قسمت مختلف فامیلا میتونن رفت آمد بکنن، کارهای تجاری میشه انجام بشه، رفت آمدهایی که تحت شرایطی بتونه تسهیلاتی به وجود آمده باشه به صورت بگیره. و مغازا خب به هر حال کوبا 90 مایل بیشتر از قاره امریکا فاصله نداره و طبیعتا نزدیکترین و بزرگترین قدرتی که بهش اقتصادی که بهش نزدیک هست امریکا هست و طبیعتا میتونه از بهره برداری بسیار زیادی رو از این اتفاق داشته باشه که کشور کوبا، به خصوص به اینکه مثلا فرض فرمایید که در زمینه ارتباطات این ارتباطاتی که به وجود بیاد شرکت های اینترنتی بتونن راه خودشون در کوبا باز بکنن و یک در حقیقت رشدی در طبقه متوسط در کوبا به وجود بیاد که میتونه حرفی رو برای زدن داشته باشه از نظر قدرت خرید و با بالا رفتن قدرت خرید اینها. خب به هر حال اقتصاد امریکا هم که فروشنده میتونه باشه میتونه بهره زیادی رو داشته باشه. البته باید اینو اذعان کرد که مثلا در حال حاضر امریکا بزرگترین صادرکننده محصولات کشاورزی به کشور کوبا هست، یعنی اون ارتباطات در سطح صفر امروز نیست، گرچه که میتونه خیلی بیشتر باشه. از نظر مخالف قضیه که نگاه میکنیم ببینیم که خب کوبا خیلی کشور کوچکی است و اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای
مثلا فرض کنید مثل چین، و طبیعتاً اون اثر اقتصادی که به وجود میاد بیشتر به نفع کوبا خواهد بود تا به نفع امریکا، ولی به قول اقتصاددانان هر تجارتی بهتر از هیچ تجارتی است. آقای دکتر، برای اینکه کوبا رو ماجراش رو بندیم، اتفاقا شما به مسئله که اشاره فرمودین، خب با توجه به این تسهیلاتی که فراهم خواهد شد، هر فردی میتونه به عنوان اعانه، کمک، هر چی که نامش رو میذاریم که در آمریکا زیر کلمه دونیشن میاد، در سال 4 بار در هر فصل 1 بار $2,000 بفرسته برای هر سازمان یا فردی که دلش میخواد، بدون مقررات خاصی که پیش از این بوده. بعد میزان پولی که توریستا میتونن با خودشون ببرن و کالا بخرن برگردونن. ولی یک نکته است، آیا ممکن است که کوبا به مسئله این آوتسورسینگ آمریکا انجام میده، یعنی در خارج از آمریکا کارایی رو میده انجام میدن، مثل هند، مثل بنگلادش مراکز پیراندوزی و نمیدونم لباس دوزی است، یا در منطقه از هند مسائل کامپیوتریشون رو انجام میدن، نوعی از روابط رو با کوبا که نزدیکتره و 90 مایله از نظر تجارت این شکلی باز کنه، یعنی خدمات بخره در اونجا؟ ببینید، آوتسورسینگ خب طبیعتاً یه احتمال زیادی درش هست، با اینکه مثلا فرض کنید نظرات مختلفی در این زمینه وجود داره که آوتسورسینگ مثل برای یک کشوری که آوتسورس میشه در واقع به نفعش هست، مثل هندوستان، مثل فرض فرمایید رومانی، مثل چک، و ممکن مضر باشه به همین نظریه مثلا برای کشوری مثل امریکا، مثل آلمان و غیره. ولی محاذا با بالا رفتن دستمزدها در کشوری مثل کشور کوبا، قدرت خرید بالا میره و اینا، چون واقعا تولید آنچنانی ندارن که مواد اولیه مصرفی داره تهیه بکنن، طبیعتا رو میارن به کشورهای دیگه که میتونن صادر کننده باشه برایشون، و اون صادر کننده میتونه خود کشور امریکا باشه، و طبیعتا با بالا بردن قدرت خرید کارگران متخصص کوبا، امریکا میتونه بهره غیر مستقیم از این واقعه ببره، و این خیلی متفاوت است با کشورهای کاریبیان دیگر یا کشورهای امریکا لاتین که از سطح تحصیلات پایین‌تری برخوردار هستند و اون قدرت و توانایی رو ندارند که برای این پروژه های آوتسورسینگ امریکا مورد در حقیقت مفید قرار بگیرند. خب اگه اجازه بدین آقای دکتر، برویم رو موضوع اقتصاد، به ویژه در مورد مسئله ایران و مسئله نفت و روسیه صحبت خواهیم کرد. ولی اگر ممکنه یک نگاه کلی کوتاه اگر داشته باشیم، مثلا اقتصاد جهانی رو شما در سال گذشته ارزیابیتون بر روی اقتصاد جهانی چیست، به کدوم سو رفته؟ ببینید، سال گذشته بسیار سال سختی بوده برای اقتصاد جهان. الان پیش بینی هست، البته خب پیش بینی های اقتصادی هم که همه اطلاع دارند ممکنه که به احتمالی درست در نیاد، ولی شواهد کاملا نشون برنده است که اقتصاد جهانی به سمت ضعف بوده. اقتصاد کشورهایی مثل چین که موتور اقتصادی جهان بودن، از اون رقم دو رقمی رشد خودش به مثلا فرض کنید 6% و 7% رسیده و در اون حدود داره نوسان میکنه، و چین خودش مشکل مسکن، بازار مسکن خودش رو داره که احتمالی هست که اگر این در حقیقت بادکنکش به ترکه دوچار مشکل بشه این کشور، و با دوچار مشکل شدن بقیه جهان هم دوچار مشکل خواهد شد. هندوستان با سختی زیادی الان مواجه هست، ارزش سقوط کرده، ارزش تورمش بالا هست، و اون کمکی که باید بتونه اقتصاد دنیا بکنه دیگه نمیتونه بکنه. برزیل که در حقیقت قدرت سوم این کشورهای بریکس هست، در رکود اقتصادی قرار داره. روسیه که الان وضعش کاملا مشخصه و از قبل از این اتفاقات اخیر هم آنچنان رشد اقتصادی بالایی و رونقی درش نبود که بتونه به اقتصاد جهان کمک بکنه. افریقای جنوبی هم که پنجمی باشه تو گروه پنجگانه بریکس، اون هم در وضع غیر مشخصی قرار داره. طبیعتا موتورهای اقتصادی جهان که این 5 تا باشند، رو کار خودشون رو در سال گذشته نتونستن انجام بدن. مضافاً اتحادیه اروپا در وضع خیلی خوبی قرار نداره، به خصوص حوزه اقتصادی یورو که بانک مرکزیش در آلمان در حقیقت قرار داره، میدونیم که با مشکلات زیادی روبرو هست. رشد اقتصادیش نزدیک صفر بوده به طور متوسط نگاه میکنیم، به اضافه ای که اون کشورهایی که به اسم پیگز معروف هستند که
شامل پرتغال، آیرلند، ایتالیا و عرشبت که یونان و اسپانیا باشن، اونا هم همچنان نتونستند رشد خودشون رو دو مرتبه به دست بیارن و طبیعتاً تمام نیروهای اقتصادی جهان به سمت ضعف بوده یا به سمت عدم رونق بوده غیر از اقتصاد امریکا. تنها نقطه مثبت و قوت اقتصاد جهانی در سال گذشته اقتصاد امریکا بوده که با تمام شواهدی که ما داریم و مشخصاتی که داریم، شاخص‌های اقتصادی، ببینیم که در همه سیلندراش در حال آتش کردن بوده، حرکت بوده و اقتصاد امریکا به اینجا رسیده که الان بانک مرکزی امریکا داره نوید اینو میده که از سیاست‌های باز پولیش داره کم کم فاصله میگیره و احتمال اینکه نرخ بهره رو در سال آینده در 6 ماه اول سال 2015 بالا ببره زیادتر و زیادتر خواهد شد. ولی خب متاسفانه امریکا با اینکه بزرگترین اقتصاد جهان هست یه جزیره نیست، یعنی خودش هم وابسته است به بقیه دنیا و اگه دنیا ازش خریداری نکنه امریکا اونچنان رشدی هم نخواهد داشت. تنها قوتی که میشه در این زمینه بهش اشاره کرد این که رول مصرف کننده امریکایی فوق‌العاده بالاست و در حقیقت اقتصاد امریکا رو وقتی ما در کنار اقتصادهای دیگه جهان قرار میدیم که اقتصاد تقریبا نسبتاً بسته است، یعنی احتیاجاتش نسبت به تجارت جهانی نسبت به کشورهای دیگه خیلی خیلی کمتر هست به خاطر اینکه مصرف کننده داخلیش خیلی عظیم هست و میتونه با یه حرکت به سمت مثبت اقتصاد امریکا رو به سمت مثبت راه بندازه. مخصوصا با چیزایی که الان داره اتفاق میفته در روسیه داره اتفاق میفته با این میتونه اثر منفی داشته باشه، ولی پایین رفتن نرخ نفت، قیمت نفت در سال آینده میتونه برای اکثریت کشورهای جهان، البته نه برای همه، یک نقش مهم مثبتی رو بازی کنه. به طور کلی بنده خدمتتون عرض بکنم در یک جمله، در سال 2014 اقتصاد جهان رو به رکود حرکت کرد، با اینکه در با تعریف‌های تکنیکی ما وارد رکود خیلی جهان نشدیم، ولی در حقیقت اون رشدای مثبت کمتر شد و مشکلات اقتصادی بیشتر شد و بیکاری در سراسر کشورهای جهان رو به افزایش پیدا کرد. خب آقای دکتر، با این تعریف از مسائل، خب با توجه به اینکه در همین چند روز گذشته دیدیم که میزان بیکاری در آمریکا پایین آمده و همونطور که شما فرمودین آمریکا از نظر رشد و شرایط اقتصادیش متفاوت بوده، برویم به سوی چند کشوری که می‌خوایم در مورد اون صحبت کنیم. اول از ایران آغاز کنیم. ایران گفتگوهای 5+1 رو در زمان معینش خب بی‌تردید نتوانست ببره و سپس گفتگوهایی که آغاز شد و قرار است دوباره در ماه ژانویه که پیش روز ادامه پیدا بکنه، گرچه از نظر سیاسی میخواد آقای پوتین باشه، میخواد معاون وزیر خارجه ایران باشه، میخواد وزیر خارجه ایران باشه یا آقای کری باشه، از نظر سیاسی نوید میدن که به زودی توافقها انجام خواهد شد، ولی تا به امروز تأثیری در مسئله تحریم ها و شرایط اقتصادی ایران نبوده. میخواستم نظرتون رو نخست در مورد این گرایش ها و واکنش ها در مورد 5+1 بدونم و نگاه های آیندهش و سپس بریم رو خود اقتصاد ایران که بر اساس شرایط امروز چه خواهد کرد. بسیار خوب، همونجور که میدونیم توافقی صورت نگرفت در ماه گذشته و تمدید شد مذاکرات، ادامه مذاکرات تا سال 2015 و این به این معنا نبود که البته همه چی راکت خواهد بود، ولی به این صورت هست که ایران توانست که تا یه حدی حداقل ماهی $500,000 به اون پولایی که در یه مقداری از اون پولایی که از سرمایه‌اش، از درآمدش در خارج از امریکا، خارج از ایران فریز شده بود، ضبط شده بود، دست پیدا بکنه و شاید بتونه یه کمک کوچیکی در این زمینه انجام بده. تحریم‌ها به شکل قبلی خودشون هنوز سر جای خودشون هستن، علارغم اشتیاق فراوانی که در بعضی از کشورها، در کمپانی‌های بسیار کشورهای دنیا به خصوص در اروپا ما الان شاهدش هستیم که به ایران سفر میکنن و آمادگی خودشون رو برای سرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه‌های اقتصادی آینده دارن اعلام میکنن. هیچ چیز واقعی اتفاق نیفتاده چون که تحریم‌ها به هیچ طریقی کم نشده. اون چیزی که فقط حالا در قسمت دوم بیشتر میتونیم بهش بپردازیم اتفاق ممکنه بیفته اینه که مثلا فرض فرمایید در بعضی ماها درآمد ایران از فروش نفتش یه ذره بالاتر بره به خاطر اینکه مثلا فرض کنه به جای 1,250,000 بشکه بتونه مثلا 1,500,000
هزار تا بشکه بفروشم، تو اونم فصلی هست با احتیاجات تصفیه خونه های نفت بالا پایین میره و نمیشه اونچنان روش حساب کرد. طبیعتا ادامه تحریم ها تا سال آینده، حالا بستگی داره که این اتفاقاتی که در خواهد افتاد چه شکلی باشه، ایران رو از درآمد نفت بسیاری داره محروم میکنه و به قیمت سابق نفت که مثلا نزدیک 100 دلار 90 دلار بود، ما تا چند ماه پیش شاهدش بودیم، اگه بخوام حساب بکنیم مثلا فرض کنیم در دو سال گذشته درآمد نفت ایران شاید نزدیک 100 تا 110 میلیارد دلار میتونست بیشتر باشه که نبوده، و این ناشی از تحریم‌هایی هست که کشورهای غربی و سازمان ملل بر روی ایران گذاشتن. آقای دکتر، ایران در شرایطی که داشت در نظر اقتصادی در هفته‌های گذشته، آقای روحانی بودجه سال آینده خودشون رو، سال 94شون رو بر اساس بشکه نفت 72 دلار بستن و به مجلس دادن. با تمام این 72 دلار هم به نظر میاد که خوشبینیشون روزی که ایشون این بودجه رو به مجلس داد با 72 دلار، در همون روز به زیر 70 دلار سقوط کرده بود قیمت نفت. با توجه به این شرایطی که داره در حال حاضر هست و نفت داره پایین‌تر و پایین‌تر میره و ایران هم نخواهد توانست بیشتر تولید بکنه و بیشتر بفروشه و این اندازه داره، حد داره میزان تولید ایران، شما شرایط بودجه آینده ایران و شرایط اقتصادیش رو در چه مبنایی می‌بینید؟ ببینید، من اگر بتونم یه چند قدم عقب‌تر برم به این صورت صحبت رو ادامه میدم که ما وقتی که به دو سال پیش نگاه میکنیم، بودجه دو سال و نیم پیش ایران به رقم دلار نزدیک 550 میلیارد دلار بود، در سال بعدش این به رقم میرسه به 450 میلیارد دلار، یعنی 100 میلیارد دلار به رقم روز سقوط میکنه. اولین بودجه آقای روحانی بیشتر از 290 میلیارد دلار نیست، یعنی شما در مقابل 550 دو سال قبلش که مقایسه میکنید، این نزدیک 70% سقوط کرده. و امسال میگن که 4% ممکنه نسبت سال گذشته بالاتر باشه، و محاذا اگر هم 72 دلاری که دیگه نیست، چون امروز رقم بسکت سبد قیمت های کشورهای اوپک 56 دلار هست، نه 72 دلار. در نتیجه ایران از 56 دلار بالاتر نمیتونه قیمت نفتش رو بفروشه. اگر این شرایط فعلی ادامه پیدا بکنه، در حقیقت ما داریم یه اختلاف زیادی رو در درآمدی که پیش بینی شده و اون چیزی که واقعی هست میبینیم. محاذا شما وقتی رقم بودجه ای رو ملاحظه میکنید، باید ببینید که رقم بودجه آیا ما با داریم با عدد واقعی نگاهش میکنیم یا با عدد اسمی نگاهش میکنیم. یعنی که اگر رشد بودجه 4% نسبت سال گذشته باشه و تورم 30% باشه، در واقع این رقم افزایش 4% 26% واقعی خودش از دست داده، و این نشانه برای این هست که تمام مخارج پرداختی های دولتی ارزش 26% کمتر رو دارن، و اینها چیزی نیست که کسی ظاهرا در موقعی که در ایران بودجه ها رو اعلام میکنه روش نظر بده و یا بهش توجه زیادی رو بکنه. و طبیعتا با کاهش بودجه که ما انتظارش داریم، حتی نسبت به چند سال پیش، حتی و با احتساب قیمت بالا رفتن قیمت ها، و اون چیزی که به نظر میاد باید بهش اضافه بکنیم این که موقعی ما به 56 دلار به 60 دلار هم حتی بخوایم قیمت نفت حساب کنیم، اینها از پس مخارج خودشون بر نمیاد. ایران در حال حاضر بودجه که داره مینویسه، یعنی در سال گذشته بودجه رو میتونست بالانس بکنه با دلار 100 دلاری که اتفاق نیفتاد، حالا 70 دلاری اونم اتفاق نخواهد افتاد. طبیعتا چون نمیتونن بودجه رو بالانس بکنن، یک کسری بودجه وجود میارن. پارسال هم نزدیک 2.5 تا 3 درصد کسری بودجه داشتن، امسال کسری بودجه اگر بالاتر نره پایین‌تر نخواهد رفت، و طبیعتاً کاری که صورت خواهد گرفت اینا مجبورن از پرداختی‌ها مخارج خودشون، دولت یعنی باید کاهش بده، و الان داره می‌بینه که این داره کاهش پیدا می‌کنه. امسال اعلام کرده دولت که پرداختی‌های خودش برای هدف سوبسیدهای هدفمند، یارانه‌های هدفمند نزدیک 5.5 میلیارد دلار هست. شما موقعی که اینو حساب میکنید به نرخ روز دلار نسبت به تومان، ملاحظه میکنید که پس عدد 70 میلیون نفر ایران دیگه این پول رو نخواهند گرفت، و این رقم افتاده نزدیک 32 تا 33
5 میلیون، یعنی از نصف هم کمتر شده. و اگر این درآمد نفتی همینطور کاهش پیدا بکنه، هم به دلیل تحریم ها و هم به دلیل پایین رفتن قیمت نفت که خیلی سریعتر و علنی‌تر داره خودش رو نشون میده، طبیعتاً اون 5 میلیارد دلار هم نخواهد صورت نخواهد گرفت و کسری بودجه بیشتری به بار خواهد آمد. آقای دکتر، به نکته در این میان، در این یکی دو روز رئیس بانک مرکزی ایران اشاره کرده، معاون رئیس جمهور ایران اشاره کرده، وزیر اقتصاد اشاره میکنه، همه بر این هستش که مسئله پرسش مردم در مورد نرخ برابری دلار و ریال هست. هنگامی که اینها دلار رو با 2650 به اسم نرخ دولتی حساب میکردن، دلار در بیرون بالای 3000، 3100 تا 3150 در حال نوسان بود، حتی به 3250 هم رسید. حال که دولت اعلام میکنه که نرخ ثابت ارز رو 2850 خواهد داشت، یعنی با 200 تومان اختلاف داره روش حساب میکنه، ولی از اون سو نوید میده که نرخ ارز پایین، قیمت ارز پایین خواهد میاد. چطور ممکنه شما نرخ قیمت دولتی ارز رو 200 تومان بالاتر برین ولی در بازار آزاد بالا نره و پایین، در حال حاضر به 3500 رسیده، بحث است که ممکنه به 3800 برسه. این پیش بینی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور در این زمینه چه جوری داره، به کجا میره؟ ببینید، رؤسای بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا از یک قدرتی رو میتونن برخوردار باشن، بعضی بیشتر از بقیهشون، به این صورت که اون بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی امریکا، کانادا و کشورهای درجه یک که از اعتبار زیادی برخوردار باشن، موقعی که یک اعلامیه صورت انجام میدن، موقعی که یک پیامی رو به ملت میدن، با افرادی که در بازارهای ارز مشغول فعالیت هستن این پیام ها رو جدی میگیرن، در طور بسیاری داره به اعتباری که اون بانک مرکزی برای خودش کسب کرده باشه. این هدف، این تصور من برای از این جمله و این پیامی که بانک مرکزی ایران و بقیه ادارات دولتی دارن میدن این هست که به مردم این نوید رو بدن، این در حقیقت قول رو بدن و شاید بتونن از بهره برداری بکنن از واکنش مثبت مردم که این نرخ داره به سمت دولتی 2850 حرکت میکنه و اینها رو در حقیقت تشویق بکنه که در بازار آزاد آنچنان نگرانی از خودشون نشون ندن که بخوام پول ارز داخلی رو به ارز خارجی تبدیل بکنن. چون نهایتاً چیزی که داره اتفاق میفته این که ما درآمد نفتمون همه چیزمون بوده، با رفتن درآمد نفتمون داره همه چیزمون از دست میره. و یکی از مشکلاتی که داریم، البته چون ایران کنترل خروج سرمایه رو بس کنترل داره، سرمایه مثلا الان از روسیه خارج میشه، خارج نمیتونه بشه و طبیعتاً اون چنان اثری که باید روی ارز ایران بذاره اثر نمیذاره. مهازا مردمی که نگران سقوط بعدی ریال هستن، طبیعتاً میان پولشو تبدیل میکنن از ریال به دلار و این سبب میشه که فشار ارزی روی دلار در بازار آزاد 300 هم و بالاتر که شما اشاره کردید به احتمال زیاد بخواهد رفت. و این پیام بانک مرکزی یک میخواد ترمزی باشه که شما این پولتون رو به این صورت هدر ندید، چون اما خیلی میخواد گردونید به ارز تومان در شرایط بهبودیافتر قضیه، اون وقت میزان ضرری رو همراه خواهید داشت. متاسفانه اون چیزی که داره اتفاق میفته این که شب مردم نظرشون رو با اون چیزی که مشاهده میکنن، لمس میکنن در بازار، دارن به یه شکل معاملات تجاری صورت میدن، در صورتی که پیامی که پشتوانه نداشته باشه، پیامی که ضد نقیض باشه، پیامی که بارها غلط باشه، حالا چه از طرف بانک مرکزی بیاد، چه از طرف آقای رئیس جمهور بیاد، از وزارت دارایی، هر کس دیگه بیاد، اینها رو مردم خیلی به اون شکل تحویل نمیگیرن و روش اهمیت قائل نمیشن، به دلیل اینکه میدونن که نبض بازار دست مردم هست، نبض بازار دست بازاریا هست و نبض بازار دست کسایی هست که معاملات ارزی خصوصی دارن انجام میدن. خب آقای دکتر، به این ترتیب دولت این با توجه به قیمت نفت و کاهش درآمد ارزیش، این امکان رو که مثل دوره آقای احمدی نژاد دلار به بازار، یعنی ارز خودش رو به بازار تزریق کنه رو نخواهد داشت. این خیلی مشخص است که نخواهد تونست با وارد کردن ارز دولتی به بازار این قدرت قیمت رو جابجا بکنه. در حال حاضر یک مشکل دیگه ای هم که در ایران وجود داره این هستش که مردم میمدن دلارشون رو که داشتن، یه بخشی هم از پول
پول ریالیشون رو در بانک ها میذاشتن و این بانک ها بهره بالایی میداد، اگر این جا به جا میشد این میمد پایین بالا، یه نوع خودشون رو به شکلی در نوسان نگر میداشتن. بانک مرکزی ایران و باز دوباره رئیس بانک مرکزی وزیر اقتصاد اعلام میکنن که نرخ بهره بانکی رو کم خواهند کرد، یعنی دیگه این نرخ‌های بالا نخواهد بود. این چگونه تأثیر خواهد داشت در شرایط زندگی و اونایی که رو بهره بانکی و این نوع مسائل کار میکنن در ایران؟ آقای دکتر صدای من رو آقای دکتر مثل که ندارن، اگر میشه بتونیم رابطه ما رو برقرار بکنیم دوباره. بله بفرمایید، حالا داریم آقای دکتر، بفرمایید. خدمتتون عرض می‌کردم که در تمام سال‌های گذشته، دهه‌های گذشته، زمانی که نرخ بهره بانکی رو سپرده‌ها بالا بود، 30 و چند درصد بود، دو سال پیش، یه سال پیش بالای 40 درصد بود و امثال هم، این چیزی که باید بهش توجه میشد و خیلی توجه نمی کردن اینکه همزمان اگه شما سپرده ارزی در همون بانک داشتید، بهره‌ای که رو سپرده ارزی شما دلار یا ریال میدادن بسیار بسیار کمتر بود. یعنی که مثلا فرض کنید 1 درصد روی سپرده دلار شما میدادن، 38 درصد روی سپرده ریال شما میدادن. و طبیعتاً چون این بانک همون بانک هست و در واقع سپرده داره با سپرده ها در بازار بازی میکنه، اینو میبایستی صاحب سپرده متوجه باشه که این اختلاف 1 درصد مثلا فرض کنید با 38 درصد نشانه ای هست که احتمال 37 درصد سقوط ارز ریال هست نسبت به اون ارز خارجی. و بلا اون فرمول دیگه ما نداریم برای اکولیبریوم در حقیقت ثبات بازاری. الان واقع در واقعیت این مسئله هست که ما الان می‌بینیم که با آوردن نرخ بهره بانک‌ها دولت داره تلویحاً این مسئله رو داره مطرح می‌کنه در بازار که نرخ تورم داره میاد پایین و در نتیجه بانک‌ها رو تشویق می‌کنه کمتر بهره بدن و مردم رو داره بهشون می‌خواد حالی بکنه که عادت بکنید به نرخ پایین بهره پایین‌تر، به صرف این که مثلا فرض بفرمایید که ما داریم نرخ‌های تورم رو در مملکت کنترل می‌کنیم. اما مشکلی که در ایران همیشه وجود داشته و الانم در حال حاضر داره بیشتر میشه این که نرخ بهره نبایستی از تورم پایین تر باشه، نرخ بهره میبایستی از تورم بالاتر باشه. یعنی نرخ واقعی بهره میبایستی مثلا فرض کنید که اگر تورم 40 درصد هست باید 42 43 44 درصد باشه که برای صاحب سپرده یک 4 درصد 5 درصدی حالا بستگی داره به شرایط اقتصادی هر مملکتی اون باقی بگذاره. شما موقعی که نرخ بهره بانکی رو دارین پایین میارید و تورم از این بالاتر هست، یعنی اون وقت صاحب سپرده اشتیاقی برای سپرده گذاشتن در بانک نداره، به خاطر اینکه رقمی که پس میگیره رقمی نیست که اون قدرت خرید قبلی داشته باشه. و این سیاست بسیار سیاست غلطی هم هست که بانک مرکزی داره انجام میده، در گذشته این کار انجام داده. نهایتاً چی میشه؟ نهایتاً این میشه که صاحب سپرده به جای اینکه پولش در بانک بذاره میره به بخش خصوصی پولو میده. همه در ایران یک کسی میشناسن که بخوان پولشو بدن دستشون که باش کار بکنن. و این یعنی که شما دارید خارج، یعنی عبور میکنید، بایپاس میکنید سیاست بازار رسمی رو و دارید در بازار غیر رسمی فعالیت میکنید و در نتیجه سپرده به سرمایه وصل نمیشه، سرمایه گذاری اون چیزی که باید باشه انجام نمیشه، نمیده. و اون وقت بانک هایی که بی بایس رول مهم این پلو بین صاحب سپرده و قرض کننده ارتباط برقرار بکنه نمیتونه برقرار بکنه. و طبیعتا این کاری که بانک مرکزی میکنه بسیار کار اشتباهی است از نظر من. خب آقای دکتر اگر اجازه بدین از مسئله ایران و مسئله ارزش و بودجه سال آیندهش و قضیه قیمت نفت ایران بیایم به این سو و بریم به سوی مسئله قیمت نفت پایین آمدنش و تأثیرش در اقتصاد روسیه، یکی از بزرگترین کشورهایی که در جهان معنای خودشو داره از نظر وسعت، از نظر قدرت نظامی، از نظر قدرت سیاسی، یکی از اعضای پنجگانه شورای امنیت و تأثیرگذاری تصمیم‌های روسیه در مسائل جهانی بسیار مهم هست. حال روسیه با یک مشکل بزرگ روبروست، قیمت نفت در اونجا سقوط کرده، مثل همه جای جهان تأثیر اقتصادیشو گذاشته، سرمایه ها هم از روسیه در حال گریز هستن به بیرون از روسیه،
یک رقم فقط 120 میلیارد دلار خارج شده، روبل در حال سقوط هستش قیمتش، و به این ترتیب دولت روسیه با یک مشکل اساسی روبروه. برخی میگن که روسیه با یک ورشکستگی روبرو خواهد شد. نظرتون رو میخوام در مورد این نوسانی که در شرایط حاضر روسیه رو تهدید میکنه و دولت آقای پوتین رو بفرمایید. روسیه در شاید 20 سال گذشته با این مسئله یک دو بار دیگه روبرو شده. در اوایل دهه 90 تورم در حقیقت هایپر اینفلیشن داشتند، در اواخر 1990 که بحران ارزی و مالی آسیا به امریکای لاتین و به روسیه سرایت کرد، روسیه دچار مشکل شد و خروج سرمایه ها به وجود آمد درش، و ببینیم که الان از اوایل 1990 تا امسال که تقریبا 23-24 سال میگذره، بار سوم هست که روسیه داره با یه مشکلی روبرو میشه، ولی مشکل در سطح بسیار وسیع‌تری هست نسبت به مشکلات سابقش. همین که شما بهش اشاره کردید، روسیه متاسفانه علی‌رغم وسعت بسیار عظیمش و نیروی انسانی بسیار عظیم و تحصیل کرده ای که داره، مملکتی است که 75% درآمد دولتش به نفت و گاز ارتباط داره. در حقیقت روسیه رو که موقعی که جزء گروه 8 گذاشتن، نه به خاطر قدرت اقتصادی است، نه به خاطر یک قدرت نظامی است که بیاد خودش رو در حقیقت در آغوش گروه 7 قرار بده که بتونن اینا با هم دیگه در آینده برنامه اقتصادی قوی تری با هم انجام بدن. ولی نهایتا اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم که اقتصاد روسیه مثل یک اقتصادی مثل ایران در واقع، که وابستگی شدیدی به فروش کامادیتیز ها، یعنی در حقیقت مواد اولیه داره و به خصوص نفت و گاز، و اون اتفاقاتی که در پشت صحنه سیاست داره میفته، حالا به هر دلیلی که هست، من فقط جنبه اقتصادیش رو خدمتتون عرض میکنم، سبب شد که قیمت نفت به حدی بیاد که خب که باید 80-85 دلار نفت باشه تا بتونه بودجهش بالانس بکنه، الان با این قیمت امروزی روبرو هست که داره کمر شکسته میشه. من که شما بهش اشاره کردید، نه تنها خروج سرمایه داره انجام میشه، بانک مرکزی روسیه نزدیک 100 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خودش رو در سال گذشته از دست داده که فقط بتونه روبل رو تثبیت کنه، و میبینید که الان تثبیت شدن نیست، نزدیک 61-62 روبل به یک دلار داره خرید و فروش میشه که نسبت به گذشته سقوط بسیار بسیار زیادی کرده. نهایتا بانک ها در شرایط ورشکستگی هستند. نرخ بهره بین بانک ها در حقیقت اینتر بانک که بانک ها رو تشویق بکنه، اونایی که در شرایط بهتری هستند به اونایی که شرایط بدتری هستن وام بدن، وام های کوتاه بدن، الان رفته نزدیک 28% شده. وامی که شما بهره ای که شما روی سپرده‌هاتون در بانک میگیرید از 10.5 به 17% رسیده در هفته گذشته، و اینا همه نشانه این هست که وضع اقتصادی بسیار بسیار وخیم هست و احتمال ورشکستگی بانکی فوق العاده در روسیه زیاد هست. حالا بگذاریم که تورم هم رو به روز به روز بالا خواهد رفت، چون هر روزی که رو ارزان‌تر بشه ضعیف‌تر بشه قیمت واردات بیشتر خواهد شد، و این اتفاقی که سر اوکراین افتاد و روسیه اینو خیلی دست کم گرفت و فکر کرد که میتونه خیلی سریع از این مسئله عبور بکنه، الان میبینیم که چه شکلی دامنش گرفته و جای قرض کردن هم نداره، چون با معمولا روسیه میتونه بگیری هر کشور دیگه ای که در روسیه و فروش های اوراق قرضه همیشه در اروپا بسیار جای زیادی رو داشته، بداره به خاطر تحریم ها این مفر جلوش بسته شده و دولت روسیه دیگه الان قابلیت وام گرفتن از اون تحریم در کشور اروپایی به هیچ وجه نداره، و اکثر نفتش هم 80% نفتش هم صادر شده به اروپا، و اونم که الان جلوش به خاطر تحریم های گرفته شده، در نتیجه در یه بنبست بسیار بسیار عظیم است. آقای پوتین خب طبیعتا به رو خودش نمیاره، ولی اون چیزی که الان صاحبان سرمایه ازش صحبت میکنن و کسایی که در روسیه فعالیت میکنن، غیر روسی هستن در حقیقت، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی، همه نوید دارن از یک واقعه بسیار بسیار ناگواری که در شرف است که صورت بگیره در اون منطقه. حالا اگه بقیه اروپای شرقی رو خودش بکشه پایین، داستان دیگری است. تنها نقطه مثبتی که در اینجا پیدا میشه اینه که روسیه به چین به خاطر فشارهایی که روش آمده نزدیک شده و با چین قراردادهای نفتی بسته که بتونه حداقل بازار چین رو تامین کنه. خب چین همیشه گرسنه مواد اولیه و سوخت و انرژی هست.
آقای دکتر، به مسئله چین اشاره فرمودین، خیلی موضوع پر اهمیتی است. یعنی قراردادی که روس‌ها از دو سوی سیبری، شرق سیبری و غرب سیبری، هر دو رو قرارداد لوله‌کشی نفت کردن که تا یکیش سرانجام خواهد داشت و دیگری تا 2020 میتونه تولید بالایی رو در اختیار چین قرار بده. از سوی دیگه چین داره به عنوان یکی از بزرگترین شاهراهای اقتصادی داره عمل میکنه که بهش به عنوان جاده ابریشم نوین دارن ازش یاد میکنن. این خط قطاری که میتونه از چین بیاد و به مادرید برسه، خود به خود این لنگر انداختن روسیه روی چین تا چند اندازه میتونه به این دوتا کمک بکنه و تا چند اندازه میتونه کشورهای غربی رو مورد فشار بیشتر قرار بده که خب روسیه از زیر بار این فشار بیاد بیرون، باید یه جای فشارش رو رها بکنه. چگونه خواهد شد؟ ببینید، جایی یک باره داره صورت میگیره در حال حاضر. البته چین منابع نفتی و زیادی داره از خاورمیانه، به جمله ایران، ولی به خاطری که مثلا فرض بفرمایید که تحریم های روی ایران صورت گرفته در یک دو سال اخیر و صادرات نفت کم شده، خب چین به هر حال میباید از یه جای دیگه تعیین بکنه این مسئله رو. و روسیه الان در شرایطی هست که حاضر با هر شکلی با چین معامله بکنه که بتونه موادش و مواد اولیه‌اش رو به چین بفروشه. و همچنین که میدونیم چین علارغم که بزرگترین کارخونه دنیا هست، از مواد اولیه بسیار کمی خودش برخوردار هست و بیشتر موادش رو از خارج از منطقه در حقیقت داخل خودش تامین میکنه. در این نقطه نظر برای چین بسیار میتونه مهم باشه. البته های لوله نفتی فردا و پسفردا حاضر نمیشه، اینا بر پروژه های دراز مدت هست. البته با اون چیزی که ما از چین خبر داریم، اونا کارهاشون رو همچنین میتونن به سرعت انجام بدن، شاید در این زمینه هم یه سرعت عمل بیشتر صورت بگیره. مهازا چین با تمام قدرت اقتصادی که داره، احتیاجی که از روسیه در حال حاضر بیشتر احتیاج مواد اولیه هست. و مادامی که روسیه قدرت خریدی نداشته باشه و به خصوص با ضعف روبل که داره، نمیتونه از کالاهای تولید شده داخل چین آنچنان استفاده مقابل ببره. در چه چین نمیتونه رو بازار روسیه آنچنان حساب بکنه برای فروش کالاهای خودش. و نهایتا نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید و میخوام عرض بکنم، این میتونه فقط یه مفر کوچکی و شاید خیلی آنچنان با اهمیت، البته عرض بکنم احتیاجات مواد اولیه چین براش خیلی مهم هست، ولی در مقابل اون ضرری که روسیه داره میکنه با معامله با کشورهای اتحادیه اروپا و با امریکا و کشورهای دیگه غربی که هم نفس هستن به خاطر اتفاقی که در اوکراین افتاد، روسیه لطمه که بهش میخوره فوق العاده بیشتر اون چیزی هست که بتونه جبران بکنه با نزدیک شدن به چین. ما حتی مثلا در هفته گذشته یا هفته های گذشته دیدیم که بین مقامات عالی رتبه روسیه و ایران هم مذاکرات صورت گرفته که اینها صحبت از این هستن که معاملات تجاریش گسترش بدن و روسیه تعداد بیشتری از نیروگاه های اتمی رو در ایران بسازه. ولی اون چیزی که ما در واقع باید میخوام بهش اشاره بکنم این هست که این دوتا کشور هر دو نفت فروش هستن، هم ایران و هم روسیه، و طبیعتا نمیتونن نفت هیچ کدوم رو به اون که بفروشن به خاطر در مقابل چیز دیگر بگیرن. و این پروژه های اتمی هم، نیروگاه اتمی هم، اگه واقعی هم بخواد باشه، مسئله امروز و فردا نیست، سالیان زیادی طول خواهد کشید. نهایتا نکته که خواهم خدمت عرض کنم اینه که روسیه در شرایط مستعصل هست، در چه داره دست میندازه به تمام امکاناتی که داره در منطقه، با تمام کسایی که میتونه احساس نزدیکی تجاری داشته باشه که بتونه شاید یه چیزی، یه تغییر، یه حرکتی رو در داخل خودش، در داخل مملکت خودش به وجود بیاره. چون همونجوری که می‌دونیم آقای پوتین داره روز به روز محبوبیت خودش رو از دست میده. آقای دکتر، این نکته راه مسیر جاده ابریشم نوین که من بهش اشاره کردم، به هر حال از چین که میاد از قزاقستان و بعد از طریق روسیه به اروپا به یه شکلی راهش رو طی میکنه و میره تا مادرید، چرا چین یک یا برعکس اروپایی‌ها بازار
فروش کالاهای بنجل چینی خواهند شد. آیا چین همونطوری که به کشورهای دیگر مثل ایران و دیگر حتی کشورهای که از نظر اقتصادی وضعشون چندان خوب نیست، کالاهای بسیار نازل و پایین از نظر کیفیت رو داده، با اروپایی که همیشه در پی خرید کالای مرغوب تر بوده چگونه وارد معامله میشه؟ آیا کالای دیگه‌ای رو دارن برای اونا تولید میکنن یا فقط مسئله جابجا کردن برخی از مواد اولیه است؟ چون دیدم که رو مسئله اسباب بازی رو بیشتر حتی تاکید کردن، کاروانی از اسباب بازی ها به اون سو خواهد رفت. من تصورم و دیدم از این قضیه به این صورت است که این فقط جابجایی مواد اولیه هست و اثر زیادی از نقطه صادرات تولید شده در داخل چین از هر نوع کوالیتی که کیفیتی بخواد صحبت بکنیم آنچنان نخواهد داشت. ببینید بازارهای اروپایی با الان بسیار باز هستند در شرایط فعلی نسبت به ورود کالاهای تولید شده در چین و طبیعتاً این چیز احتیاج این فعالیت بعدی یا این راه ابریشم حقیقت لوله که دارن شما صحبت میکنید چیز جدیدی رو از نظر ایجاد یا شدت دادن به تجارت بین این کشورها به دید بنده نمیتونه اضافه بکنه و مزید بر این که مثلا فرض فرمایید که خب چین خیلی از کارهایی که تولید میکنه از یعنی در حقیقت تولیدات فرض کنید مد درجه یک که در اروپا فروش میره، خب تولید کنندش در داخل فرانسه یا داخل فرانسه یا در داخل ایتالیا نیست، این تولید کننده ها در خارج هستن و کشورهایی هستن مثل ویتنام، مثل چین، مثل هندوستان و امثال هم و اینا در حال حاضر ازشون داره بهره برداری صورت میگیره. بنچه بنده کاملا روی مسئله متقاعد نیستم که این بهره برداری بیشتری از نوع تولید شده کالای مانیفکتورینگ برای اروپا و یا برای چین خواهد داشت. من فقط این رو از نظر حرکت مواد انرژی زا و مواد اولیه ببینم و غیر از اون بازارهای اروپا دیگه گنجایشی ندارن برای کالاهایی به خصوص که کالایی که شما بهش اشاره کردید از کیفیت پایینی برخوردار باشه. خب آقای دکتر، برای این چند دقیقه پایانی برنامه چون با اقتصاد جهان آغاز کردیم و شما به کشورهای پر اهمیت اشاره فرمودین، به کشورهای پنجگانه بریسک اشاره کردیم، به کشورهای آمریکا اشاره کردیم، به کشورهای اتحادیه اروپا اشاره کردیم، در مورد مسئله نفت هم به کشور ایران و روسیه خب نگاه کردیم. دیگر کشورها حتی در مورد کشورهای کم قدرت اروپایی هم صحبت شکنیم، دیگر بخش جهان از نظر اقتصادی چه سالی رو در 2015 روبرو خواهد شد؟ 2014 شون چگونه بوده؟ کشورهای ضعیف عقب نگه داشته شده یا عقب مانده از نظر اقتصادی و توسعه و در سال آینده چگونه خواهند بود؟ در سال که در حقیقت ما روبروش هستیم یک عامل جدیدی هست نسبت به سال گذشته که باید در نظر میگیریم و اون سقوط قیمت نفت هست که در برای بعضی از کشورها بسیار مفید هست و برای بسیاری از کشورها مضر. تمام وارد کننده ها یا حداقل وارد کننده های خالص نفت طبیعتا میتونن بهره وری زیادی داشته باشن از پایین رفتن. یه رقم اخیرا محاسبه شده نشون داده میده که نزدیک 1.5 تا 1.5 تریلیون یعنی 1,000 میلیارد دلار داره بهره میرسه، یعنی سود میرسه به مصرف کننده های کشورهایی که نفت وارد میکنند، یعنی قدرت خریدشون میره بالا و اینا به جایی که روی نفت و بنزین و مواد سوخته دیگه این 1.3 تریلیون دلار رو مصرف بکنن، میتونن روی کالاهای دیگه مصرف بکنن و اینا به رشد اقتصادی اون کشورها کمک بکنه. طبیعتاً ما مثلا در اقتصاد به عنوان یک شوک می‌بینیم، یعنی که به طور مثبت هست، پازیتیو هست، یعنی ولی شوک قسمت عرضه اقتصادی هست، قسمت تقاضا اقتصادی نیست. مغازا قسمت‌هایی هستن از کشورهای دنیا که اینها ضرر می‌بینن. کانادا یکی از اون کشورهایی است که حتما در این زمینه ضرر خواهد بود، چون کانادا با اینکه غرب مرکز و شرقش که بنده مثلا در اونتاریو باشم در تورنتو، ما در حقیقت بیسمون پایمون تولیدی هست و تولید نفت نمی کنه، تولید انرژی نمی کنیم، برای ما ممکنه که پایین رفتن قیمت نفت خیلی خوب باشه، ولی برای استانهای نفتخیز کانادا مثل آلبرتا و اونایی که دیگه انرژی تولید میکنن مثل ساسکاچوان، اینا فرصت اقتصادی از دست رفته خواهد بود. و به طور کلی چون کانادا صادر کننده هست
تا بیشتر وارد کننده در رشد اقتصادیش ضعفی رو در سال آینده پیش میشه صورت بگیره. نروژ در حال حاضر میبینیم که ارزش داره به سمت پایین حرکت میکنه به خاطر اینکه نروژ یه تولید کننده یه انرژی هست، نفت و گاز هست، و اینا به خاطر قیمتهایی که داره صورت میگیره. تمام کشورهای نفخیز در خاورمیانه، در امریکای لاتین، همچنین عرض کردم در کانادا و نروژ و امثال هم، اینا همه متضرر خواهند شد به خاطر پایین رفتن قیمت نفت. پروژه های اقتصادی که سودآور هست موقعی که قیمت نفت بالا هست، به خصوص اونایی که جانشین فیول سوخت فسیلی هست در حقیقت، اونا همه ضرر خواهند کرد. مثلا فرض کنید که در ماهای اخیر تولیدات نفت داخل امریکا بسیار بسیار بالا رفته و شاید دیگه دلایلی بوده که قیمت نفت سقوط کرده، و سنگ نفتی که ارزش استخراج داشت که ازش نفتش از سنگش جدا بشه که به اسم فرکینگ در حقیقت معروف هست، اون دیگه داره الان سود خودشو کم کم و کم کم از دست میده. تولید سوخت از گیاه‌ها دیگه به اون شکل سودآور نخواهد بود. در چه کشورها و بخش خصوصی که تو این پروژه های نفتی هست، اینا همه به شکل رکود در خواهد آمد و تمام برنامه های اقتصادی پروژه های نفتی که در آینده قرار صورت بگیره، ما میدونیم که اینا حداقل با حالت راکت در خواهد آمد تا اینکه تکلیف قیمت نفت در ماه آینده صورت بگیره. این نقش، این وریبل جدیدی هست که در سال 2015 باش روبرو خواهیم بود. حالا میزان رشد مثبت جهان به خاطر پایین رفتن قیمت نفت چقدر مقابله خواهد کرد با قسمت رشد منفی اون کشورهایی که تولید کننده نفت هستن، خب این داستانی است که ما باید در بشینیم و یه محاسبه دقیق بکنیم. ولی پیش بینی میشه کرد که به طور کلی اونا که وارد کننده هستن بردشون بیشتر از اون خواهد بود از ضرر اون کشورهایی که ضرر میکنن در واقع از بالا رفتن قیمت نفت. در چه ماحصلش باید چیز مثبتی باشه برای کشورهای جهان. سپاسگزارم آقای دکتر و از اینکه ما رو با شرایط اقتصادی جهان در سال 2014 و پیش بینی های سال 2015 آشنا کردین. از شما سپاسگزاری میکنم، براتون روزهای خوبی رو آرزو میکنم، تعطیلات خوشی رو براتون آرزو میکنم. حالا که دانشگاه تعطیل است، به هر حال شما یه نفس راحتی این روزا بیشتر میکشین از دانشگاه نرفتن. بسیار ممنون از دعوت جناب عالی. سال آینده رو پیشاپیش خدمت شما و بینندگانتون تبریک عرض. سپاسگزارم، روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. به دو نکته اشاره بکنم. یکی اینکه اونهایی که برنامه ما رو در آمریکا میبینن، هنوز در آمریکا شب یلداست. به این ترتیب شب یلدا بر همه شما شاد باش باشه، روزهای خوشی رو داشت باشین، شب یلدای خوبی رو با امید طلوع خورشید آزادی در ایران به شما شاد باش میگم. دیگر اینکه در یک دقیقه آخر بهش اشاره بکنم، هنرمند ایرانی، هنرمند پیشکسوت ایرانی مرتضی احمدی امروز درگذشت. هنرمندی که در تئاتر، در سینما، در نمایش، در رادیو نقش برجسته‌ای در طنز داشته و بسیاری از ماها دوران زندگیمون رو، چه از کودکی چه از بزرگ شدنمون، دوران نوجوانی با صدا و کار ایشون آشنا شدیم و بر لبان پرخنده بسیاری از مردم ایران بسته به سخن و کلام ایشون داشته. کسی که انسان را میخنداند وامدار خودش میکنه، برخلاف کسی که انسان را میگریاند که انسان را همواره در فشار و یأس میگذارد. هر کس که انسان را میتواند بخنداند، انسان را وامدار خود می کند و ما همه وامدار کسانی هستیم که با تمام مشکلاتشون طنز را و خنده را به میان ما آوردن. به شما کسانی که در سوگ ایشون نشستین هم تسلیت میگم. روز روزگارتون خوش و امید روزهای بهتر.
آقای خامنه ای، هر روز ابعاد تازه‌ای از فساد دولتی که شما حمایتش کردید و به قولی منصوبش کردید نمایان‌تر می‌شود. یا از فساد این دولت آگاه نبودید که نشان از بی‌بصیرتی شماست. این ناشی از نداشتن بصیرت است. و یا آگاه بودید و هیچ نگفتید که نشان از فساد خود شماست. درم و دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه را. هر عقل سلیمی حکم می کند رهبری که بی بصیرت و آلوده به فساد است سزاوار حاکمیت بر کشور و ملتی نیست. مدیران و کارکنان شرکت صدف فرارسیدن ایام هانوکا را به هموطنان یهودی تبریک گفته و برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی را دارند. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. کتاب چهره واقعی شهبانو فرح پهلوی، فراز و فرود زندگی یک ملکه، حکایتی شیرین و جذاب، کتابی خواندنی و تماشایی، حماسه شگفت‌انگیز از سرنوشت استثنایی همسر محمد رضا شاه پهلوی و نایب السلطنه ایران، نقش تاریخی شهبانو در حفظ میراث‌های ملی، فرهنگی و تحولات اجتماعی ایران، کتابی نفیس و پرارزش در چاپی محدود منتشر شد. جهت تهیه کتاب چهره واقعی شهبانو فرح پهلوی با انتشارات مهر ایران 301-279-67-78 و یا ایمیل pirnia@pirnia.com و یا سایت اینترنتی pirnia.com تماس بگیرید. CBS همه راه ها به CBS اتوبادی ختم می شود. تصادف کرده اید و اتومبیل شما احتیاج به تعمیر دارد، فقط با یک تلفن به CBS اتوبادی شاپ اتومبیل شما از منزل و یا محل کار و یا محل تصادف تو شده و یک رنتکار در اختیار شما قرار می گیرد. CBS اتوبادی شاپ به مدیریت دیوید ابراهیم پور با 33 سال تجربه و مورد تایید شرکت های بیمه که کار اتومبیل شما را سریع تر می کند. CBS اتوبادی با سیستم های کامپیوتری در زمینه شاسی اتومبیل و هماهنگ کردن رنگ اتومبیل و مورد تایید کمپانی های اتومبیل سازی بسیاری چون هوندا و بی ام دبلیو، با مراجعه به CBS اتوبادی در زمان اتمام لیز اتومبیلتان و بازبینی نهایی توسط CBS به دیلرهای اتومبیل هزینه اضافی نخواهید پرداخت. 818-765-5300 CBS اتوبادی شاپ. بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با 33 سال تجربه، سرمایه گذاری EB5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما توسط معتبرترین پروژه مرکز منطقه شهر لس آنجلس در کوتاه‌ترین مدت، پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا، اخذ ویزای توریستی و تجاری آمریکا و ویزای شنگن، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و ارائه کلی خدمات مهاجرتی آمریکا. برای اطلاعات بیشتر از دفاتر آقای اصیل به وبسایت www.asilusa.com